درود به همراهان کانال 13، با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. توی این ویدیو به اعترافات میلاد آتمی که گویا قرار است از طریق تلویزیون پخش بشه میپردازیم. توی این اعترافات میلاد آتمی از سردسته سایت های شرط بندی و ماجرای خفتگیری محسن افشانی گفته. تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. فقط اگر هنوز عضو کانال ما نیستید، برای اینکه اخبار و حواشی جدید رو از دست ندید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. بعد از دستگیری میلاد آتمی و دیپورت او به ایران، معاون سابق اطلاع رسانی ریاست جمهوری ترکیه، آدم تاشکایا در توییتر نوشت: میلاد آتمی در بازداشت پلیس ایران در مورد ارتباط 23 نفر با سایت‌های غیرقانونی قمار و فیشینگ اعتراف کرده است که از این بین برای 11 نفر درخواست اعلان قرمز اینترپل در دستور کار پلیس قرار خواهد گرفت. اما در حال حاضر مقامات ایران در این باره صحبتی نکردند. آرمین راد، یکی از فعالان اینستاگرامی که خود رو مبارز سایت‌های شرط‌بندی می‌دونه، ساعت 6:30 صبح روز دوشنبه در حالی که شکایت علیه میلاد آتمی در دست داشت، جلوی دادسرای ارشاد حضور داشت. سلام هموطنان عزیز، امروز دوشنبه 25 اسفند 1399، ساعت 6:30 صبح دادسرای ارشاد تهران هستیم، منتظر تا دقایق دیگه میلاد آتمی برای تفهیم اتهام به این دادسرا میاد. ما هم شکایت خودمون رو ثبت کردیم برای تهدیداتی که انجام داد. خیلی منتظر این لحظه زیبا بودیم برای چش تو شش شد. اما میلاد آتمی، سایش صبحانی، پویان کفتری، نده یاسی، داوود هزینه، مسعود ترکیبی دوز، همه یه دوزده شرط بندی اینجا جاتونه بالاخره بزید جای تک تک شما بست. آرمین راد مدعی شده که از اعترافات میلاد آتمی خبر داره و قراره این اعترافات به زودی از تلویزیون پخش بشه. میلاد حاتم آبادی، ملقب به میلاد حاتمی، فرزند محسن، متولد 14 مهر ماه 1375، گویا اعتراف کرده که تمام سایت‌دارها آدم فرشید امیر شقاقی و پدرش سعدالله بودند. این دو نفر خونه و ماشین و وسایل رو برامون اجاره می‌کردند و ماهیانه تنها 20% از پول‌هایی که از مردم می‌زدیم به حساب ما واریز می‌شد. 80% پول‌ها مستقیماً توسط فرشید از سایت برداشت می‌شد. نه تنها من، بلکه همه شاخهای سایت دار چیزی به اسم بورد در سایتمون نداشتیم و اگر کسی به ظاهر مبلغ بالایی برنده میشد، حساب اون رو درجا بلاک میکردیم. هرچند ماه یک بار برای اینکه آدرسمون لو نره، فرشید برامون خونه و ماشین اجاره میکرد. تمام چالش هایی که برگزار کردیم و تمام کسایی که دابسمش ارسال میکردن فقط و فقط به خاطر پولهایی بود که فرشید میداد تا در عوض پول برای ما کلیپ ارسال کنند تا مخاطبان چنین محتوایی رو جذب کنیم. من از خودم هیچی نداشتم. هر چی دیدین کرایه و رنت بود. نه تنها من، بلکه همه سایت دارها، از جمله داوود عزینه، مسعود ترکیبی، دنیا جهانبخت، پویان مختاری و ساشا صبحانی. در ادامه اعترافات درباره موضوع گروگانگیری محسن افشانی صحبت میشه. بعد از قضیه گروگانگیری محسن افشانی توسط میلاد آتمی، ساعت چنده؟ ساعتو بگو. ساعت چنده؟ تو تایم قرنطینه است. صاحب استانبول کیه؟ صاحب استانبول کیه؟ به زن و بچه کی فوش میدادی؟ به زن و بچه کی فوش میدادی؟ بگو من فوش میدم، گوه خوردم. بگو گوه خوردم. بگو گوه خوردم. بابا اشتباه بگی، اشتباه بگی میدونی چی میشه. بگو گوه خوردم. 10 بار بگو گوه خوردم. 10 بار. 10 بار. گوه خوردم. اسم فامیلیتو بگو. اسم فامیلیتو بگو. برای اینکه به زن و بچه‌ات فوش دادم گوه خوردم. آقا سر بیار بابک، بعد بیار. صحبت‌هایی شد که این خفگیری ساختگی بوده و محسن افشانی برای این خفگیری نمایشی پول گرفته بوده. و اما حالا بشنوید ماجرای خفگیری محسن افشانی رو در اعترافات میلاد آتمی. محسن افشانی علیه ما سایت‌دارها خیلی پست می‌زد. وقتی آمارشو دادن که برای مسافرت به ترکیه اومده، به همراه دایی باغ کرایه کردیم و انداختیمش توی ماشین و به سمت باغ رفتیم. هدف فرشید ترسوندن کسایی بود که علیهمون پست می‌زدن. من فقط اجرا کننده بودم. محسن رو به زور مجبور به عذرخواهی کردیم. خیلی مقاومت کرد، اما 10 نفر دورش رو گرفته بودیم. یکی از علت‌هایی که زوم شدن روی ما کلیپ محسن افشانی بود که پشیمانم از اینکه وی را رو بودیم. تمام درگیری هامون ساختگی بود. ما فقط اجرا کننده بودیم و مغز متفکر فرشید و پدرش بودن.
اونا میگفتن فلان کارو کنید، امروز رو بورسه. باید میکردیم. هیچ وقت فکر نمیکردیم گیر بیفتیم. این بود بخشی از اعترافات میلاد آتمی که قراره به زودی از تلویزیون پخش بشه. از قرار معلوم فرشید امیر شقاقی ملقب به مونتیگو و پدرش سعدالله امیر شقاقی که به عنوان سردسته سایت های شرطمندی شناخته شدند در لیست 11 نفره اعلان قرمز پلیس اینترپول قرار گرفتند. اما ماجرای شکایت آرمین راد از میلاد آتمی برمیگرده به 5 ماه پیش. آرمین راد توی اینستاگرام نوشت حدود 5 ماه پیش اوایل آبان ماه بود که این آقا خواست بنده را از پشت بزنه، دستگیر شد. توی گوشیش چتش با میلاد آتمی که این نگونبخت و دوستش رو فرستاده بود که منو تعقیب کنن و توی جای خلوت کار منو تموم کنن و بابت این کار فقط 500,000 تومان بهش داده بودن. حالا امروز میلاد آتمی اعتراف کرده که من کاری نبودم. فرشید امیر شقاقی گفته آرمین راد رو هر طور که شده حذفش کنید و میلاد از فرشید یا همون مونتیگو 2,000 دلار پول گرفته تا این آدما اجیر کنن و در ادامه گفته که سناریوی حذف من ادامه داشت تا اینکه در دی ماه سال جاری طبق گفته های میلاد آتم آبادی این بار فرشید امیر شقاقی مأموریت و اجیر کردن نفر برای حذف من رو به پویان مختاری واگذار کرد که شکر خدا توی این حادثه آسیب جدی ندیدم. پس از این اعترافات ضارب از پویان در پلیس اینترپل شکایت به عمل اومد. کلاهبرداره دیگه، زیرایی هر اعدام یا افسره. چقدر باختی تو سایتش؟ اون 600,000 تومان چقدر بردی؟ حالا یه 700 چیزی، حالا ادامه هم نشد. اینا را تمیم واقعا حقش بود که نصیبش کنم میدن چون واسه این بازی ها بتونه اینا خیلی از مردم کلو بردی میکرد و این چیزها که محسن افشانی هم گرفت واقعا عصبانی شد واسه اون رده کرد، اصلا کارش خوب نبود، واقعا حقش بود. مجازات دیگه اونو خودشون میدونن ولی بچه داره درسته، ولی خب کاراش درست نبود. مرسی از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید. لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت برامون بنویسید و برای اینکه ما رو حمایت کنید ویدیو رو لایک کنید.